یه سیستم سیار خنک کننده داریم، شامل کندانسور که میبینید، قسمت دیزلی عقب هست، کمپرسور اینجا هستش که قبل باز کردیم برای تعمیر. نکته، داخل خطو دست میکشیم، ببینید شاتون ها هستش و بابیت بوش ها هست، داخل خط کثیف هست. حالا میخواییم خط رو بشوریمش، باید داخل خط آری از آلودگی ها باشه، وگرنه بعدم باعث خرابی مجدد کمپرسور میشه، گرفتگی فیلتر درایر میشه، سیستم برودت خوب نمیتونه بده. چندین راه وجود داره، یکی از راه ها اینه که R141 رو مثلا به اینجا به شیر دیسچارج میزنیم داخل و اکسپنشنتون رو باز میکنید، سوزنش رو حذف میکنید، R141 رو اینجا میزنید، ازوت رو پشتش میزنید، از این ور از ساکشنتون دریافت میکنید. الان با هم دیگه میزنیم ببینیم به چه صورتی میره داخل. خب الان ازوت رو زدیم، فشار رو بردیم بالا و با بردار کردن شیر برقی میخوام یک دفعه تخلیه رو انجام بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب برای دفعه دوم دوباره ما ازوت زدیم، شیر برقی رو بردار میخوایم بکنیم. ببینید اینطوری آلودگی خارج میشه. البته یه راه دیگه هم هست که شما شیر رو ببندید سر جاش، یکم باز بذارید، با ضرب کمتری خارج بشه، با فشار بیشتری، اینطوری هم شستشو بهتر انجام میشه. این روش هم وجود داره. حالا ما شیر رو هم میبندیم سر جاش، با شیر هم تستش میکنیم شستشو رو. خب ما حالا شیر رو هم بستیم، شیر رو هم بستیم، میزان کمی بازش کردیم، ازاد داریم میزنیم، فشار میبریم بالا. حالا شیر برقی رو بردار میکنیم. این کار رو باید چند مرتبه انجام بدیم. دوباره شیر برقی رو قطع میکنیم، فشار رو میبریم بالا و دوباره انجام میدیم. آلودگی ها به این ترتیب خارج بشه. الان در حال شستشوی سیکل تبرید هستیم. یک کمپرسور چلتونی کوپلن هست، سیستم خنک کننده سیار. ببینید از شوینده ها میتونیم استفاده بکنیم، پشتش میتونیم از فشار ازوت استفاده بکنیم. شوینده ها مختلفن، در مورد شوینده ها میخوام توی یه فیلم کامل در موردشون صحبت بکنم که الان بیشتر R141 داره تو بازار استفاده میشه، اما شوینده های دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم، در مورد این توی یه فیلم صحبت میکنیم. اما به این ترتیب ما میتونیم آلودگی های سیستم رو خارج بکنیم و سیستم رو دوباره تمیز بکنیم.